FATF چیست؟ دلیل مخالفت جدی عده‌ای و حمایت عده‌ای دیگر از آن به چه برمیگردد و بدون تصویب لوایح مربوط به آن واقعاً برای ایران چه اتفاقی می‌افتد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. ماه هاست که لوایح چهارگانه دولت ایران برای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی بین المللی بین مجلس، دولت و نهادهای بالاسری آنها در رفت آمد است. این لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمانیافته است. این لوایح برای خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی لازم است، نه اینکه قرار باشد ایران عضو این سازمان شود. با وجود این، عده‌ای با FATF مخالفت می‌کنند. عده‌ای پیوستن به آن را تنها راه ایران برای حفظ برجام می‌خوانند. اسمس های تهدیدآمیز به نمایندگان می‌رسد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش آن را نالازم می‌خواند. بعدتر با نامه‌ای به نمایندگان به آنها می‌گوید با آن مخالفتی ندارد. چرا ایران برای تأمین شروط ویژه سازمان اقدام مالی بین‌المللی تحت فشار است؟ نگرانی کسانی که با آن مخالفند چیست و آیا همه نگرانی آنها کوتاه شدن برد حمایتی ایران از گروه‌های مورد نظرش در منطقه است؟ اول بگذارید ببینیم FATF اصلاً چه هست. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یک سازمان بین دولتی است که از سال 1989 تشکیل شده. وظیفه‌اش نظارت بر قوانین و عملکرد همه کشورها در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. 35 کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه یافته عضو این سازمان هستند. عربستان و اسرائیل هم به عنوان عضو ناظر پذیرفته شدند. ایران و کره شمالی تنها دو کشوری هستند که در فهرست سیاه این سازمان قرار گرفتند. این سازمان از سال 2008 درباره ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره ایران هشدار داده. حدود دو سال پیش بعد از برجام برنامه‌ای به ایران داد که با اجرای آن بتواند از فهرست سیاه خارج شود. از آن زمان ایران در لیست خاکستری قرار گرفته. مجلس ایران به طور مشروط با الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم موافقت کرده. یکی از شروط آن تعریف عملیات تروریستی است. ایران میگوید آنچه مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی میداند عملیات تروریستی نمیخواند. به قول تهران این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است، اما اعمال تروریستی با هر انگیزه‌ای محکوم. مجلس ایران در سال 94، سه سال پیش، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است. در آن قانون، مصادیق تروریسم از نظر ایران این هاست: هواپیما ربایی، دزدی دریایی، بمب‌گذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تأسیسات دولتی یا زیرساختی. بر اساس این قانون، چنانچه ایران به کنوانسیونی بپیوندد که در آن جرایمی خاص تروریستی محسوب شوند، آن جرایم در ایران هم تروریستی دیده می شوند. ایران از بعضی گروه های مسلح سیاسی مثل حماس و حزب الله به عنوان گروه های مقاومت حمایت می کند، در حالی که بعضی از کشورهای عضو FATF این دو را گروه های تروریستی می دانند. در این باره با مهمانان برنامه بیشتر صحبت می کنیم. عبدالرضا احمدی، کارشناس مالی و مدیر مرکز ترویج جامعه باز و پروژه فسادبان از فرانکفورت با ماست. نادر شاملو، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی از واشنگتن. باز هم از واشنگتن علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. من میخوام از خانم شاملو شروع بکنم. خانم شاملو، اون توضیحاتی که من الان دارم در مورد FATF رو شما حتما کارشناسش هستید، بهتر میدونید. ممکن است شما یه مقدار توضیح ملموستری برای بینندگان ما بدید که چرا برای ایران الان اینقدر مهم شده که به این کنوانسیون، در واقع به شروطی که این کنوانسیون داره، رأی مثبت بده؟ بله، سلام. با عرض سلام به بینندگان شما و به بقیه مهمانان عزیز این برنامه. راستش این چون این عضویت در این FATF، کشورهای خیلی مهمی تو این FATF هستن و تون 35 تا کشوری که عضوش هستن، در هر صورت این
با وجودی که این توصیه های FATF خودش الزام آور نیستن، ولی با وجود با توجه به جایگاه این گروه، این کشورهایی که در این FATF هستن، اقدام مالی این کشورهایی که این کشورها و اقدام هایی که این کشورها خواهند کرد من غیر مستقیم خودش روی مثل یه سری تحریمایی هستش که به ایران روی ایران اجرا خواهد شد. به خاطر این باید حتما این FATF رو خیلی کم سیریوس، باید حتما اینو خیلی روش حساب کرد و اون تا جایی که میشه اون اشکالاتی که اینا میگیرن رو برطرف کرد که ایران بتونه توی سیستم مالی دنیا بمونه، سیستم بانکی دنیا و مالی دنیا وجود داشته باشه. پیش از این ظاهرا این خیلی جدید هست، پیش از این چطور ایران مشکلی نداشت از این بابت؟ خب این قوانین جدید FATF از سال 2013 اونطور که به یاد دارم اینطوری به این شکل تعریف شده و خب خیلی از این کشورها تصمیم گرفتن که همکاری بکنن با FATF و نمیگم که همه این کشورها، این 198 تا کشور به نظرم کشور و منطقه و انتیتی به قول آمریکایی به قول انگلیسا توش هستن، ولی خب اینا رضایت دادن که با FATF همکاری بکنن. این دلیلی میشه که تمام اشکالاتشون برطرف شده، ولی اون همون که شروع کردن با همکاری کردن و با FATF همگام شدن، اون خب خیلی از موانعشون رو برطرف کرده. درست. و روز به روز اینا دارن کمک فنی و کمک مالی میگیرن که این اشکالات از برطرف بکنن، ولی ایران تا به حال هنوز اون همکاریشو اعلام نکرده و به خاطر این از 2013 به بعد این مشکل خیلی بزرگی شده برای ایران. آی احمدی، توی سایت FATF که شما نگاه بکنید، بین این همه کشوری که هستند، همه به نوعی عضو یکی از این نهادهای منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و جرائم اینگونه هستند، هر کشوری که می‌بینید به جز ایران و کره شمالی. چرا ایران تا به حال فکر میکنید که عضو هیچ کدوم از این گروه های منطقه‌ای هم به طور رسمی به اون شکل نشده، یا شده و در اون سایت قرار نگرفته؟ آیا شما مطلع هستید؟ ببینید، جمهوری اسلامی ایران از بعد از شکلیش و حتی قبل از شکلیش دو تا پارادایم اصلی داشته. یکی این که سلاح و اسلحه رو جزوی از توسعه سیاسی خودش تعریف کرده و پای اون اسلام سیاسی و هر جا که نتونسته کار رو از راه دیپلماتیک ببره جلو سعی کرده که این قضیه رو امتحان کنه، مثل چیزی که خود در واقع مؤسسین انقلاب و کسانی که انقلاب رو شکل دادن میگن ما فاز عملیاتی و نظامی رو داشتیم در فلسطین یا جای دیگه آماده میکردیم و اگر از خیابان به نتیجه نمیرسیدیم حتما وارد فاز نظامی میشدیم برای اینکه بتونیم انقلابمون رو به ثمر بشونیم. اما از طرف دیگه حمایتی است که جمهوری اسلامی همیشه از گروه های اینچنینی در دنیا کرده، مثل حماس، مثل حزب الله لبنان، و این دو تا اصل در همیشه در این 40 سال هم همیشه همراه جمهوری اسلامی بوده. حالا FATF خب چند سالی است که وارد حوزه تروریسم شده، بحث اصلیش پولشویی بوده، برای مقابله با پولشویی یک سری توصیه نامه هایی رو میداده و از این طرف که خب ارتباط تنگاتنگ داره با بانک جهانی، با نهادهای دیگه، بسیار مهمه که این با این گروه در واقع ارتباط شکل بگیره. آقای احمدی، من میخوام قبل از اینکه شما بحث رو ببرید به سمت پولشویی، من میخوام راجع به همین قضیه گروه های تروریستی بپرسم. در مجلس یکی از نمایندگان موافق در واقع تصویب لوایح
گفت که در مورد گروه های تروریستی 4 گروه مشخص هست که ایشون نام برد. در سازمان ملل اینها رو گروه تروریستی میدونن، حماس و حزب الله جزو اونها نیستن، نام برد القاعده، طالبان، جبهه نصرت و یک گروه دیگه، بنابراین گروه حکومت اسلامی داعش، بنابراین اینها هستن و میگفت که اصلا این گروه هایی که بسیاری از در ایران نگرانش هستن جزو اونها نیستن. آیا این تعریف درستی هست که این نماینده ارائه داد یا نه؟ قطعا نمیتونه تعریف درستی باشه، چون قسمت خزانه‌داری آمریکا در گزارش اخیرش ورود در واقع کمک نهادهای شبه تروریستی مثل حزب الله رو از جانب ایران تایید میکنه. اما بحث من چیز دیگه بود، گفتم این FATF در واقع ارتباطات با سازمان ها و نهادهای دیگه هم داره، یکی از اونها میتونه بحث کاتسا باشه در واقع مقابله با دشمنان آمریکا، که اون ارتباط مهم نیست در این بوده زمانی و اینا برای اینکه بتونن این رو کنترل کنن و اون لایه رو تحت تاثیر قرار ندن، چون اگر اون لایه کلیک بخوره قطعا تحریم های جدی تری برای ایران به جمهوری اسلامی و اتفاق خواهد رو افتاد و برای اینکه وارد اون قضیه نشن سعی کردن این رو در یک قالب البته اصلاح شده همونجور که خودتون گفتید بند اصلی بند یک ماده دوی که در واقع در خصوص تروریست در واقع تحریف رو داره میده، این رو اومدن دستخواهی کردن و گفتن اونجایی که حالا به استعمار و اینا مربوطه ما میخواییم این رو جدا کنیم و همچنان به کمک اون آقای وایس، چون سال هاست که از نزدیک این جور قراردادهای بین المللی رو به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران دنبال کردید، آشنا هستید، آیا ایران میتونه چنین شروطی بگذاره اگر بخواد در واقع نظر FATF رو تعمیم بکنه؟ ببینید، تحفظ در پذیرش میثاق‌های بین المللی امر عجیبی نیست، بسیاری از کشورها این کار رو میکنند، بسیاری از کشورهایی که قوانین FATF رو هم تصویب کردن به هر حال تحفظات خاص خودشون رو داشتن و این به خودی خودش مسئله نیست. البته در مورد ایران در گزارشی که FATF در مجمع عمومی آخرش داشت بر این نکته تاکید کرد که اینکه ایران فقط میخواد گروهای رو که سازمان ملل عنوان گروه تروریستی شناخته، یعنی 4 گروهی که شما نام بردید رو در مورد هدف قرار به بقیه گروه ها رو با تعریف خاص خودش به عنوان گروه های آزادی بخش و گروه هایی که با سلطه استعمار و اشغال کنندگان میگن رو مستثنا بکنه از لحاظ FATF قابل قبول نیست. اما ببینید، یه وقت اینجا پذیرش این قوانین هست، یک وقت استثناءاتی است که درش قائل میشه و بعد یک بحث دیگه اجراش هست، اینها رو باید هم جدا خب کرد. آقای وایز، بحث این هستش که ایران معذرت میخوام، ایران اصلا قصدش برای تصویب این لوایح این هستش که از اون فهرست سیاهی که صحبتش هست خارج بشه. آیا اگر چنین شروطی رو قرار بده در تصویب این لوایح از اون فهرست سیاه خارج میشه؟ شرط خارج شدن از اون فهرست سیاه چه هست؟ ببینید، من فکر میکنم اگه شما به تجربه کشور دیگه نگاه کنید، ما مثلا افغانستان رو نگاه کنید که از سال 2012 وارد این شد و تقریبا 6 سال طول کشید برای اینکه نهایتا از فهرست خاکستری FATF خارج بشه، و یا اگه به عنوان مثال کشوری مثل اوگاندا رو نگاه کنید یا حتی بوسنی رو نگاه کنید، نه همه 3-4 سال طول کشید که از این پروسه خارج بشن. علتش این هست که همه این اقدامات رو یک جا نمیشه انجام داد، یعنی یک بخش پذیرش این میثاق‌ها گام نخست است و بعد اون وقت در هر حال در مذاکراتی که بین ایران و FATF صورت میگیره و یا در اجرا مشخص میشه که آیا این تحفظات مسئله بزرگی هستن یا نه، ولی گام نخست پذیرش هست. بله. خانم شاملو، آقای احمدی اشاره کردن در صحبت آقای وایز بود، من میخوام بدونم که چه کسی تعیین کننده هست در نهادی مثل FATF؟ کدوم یکی از این کشورها؟ میدونیم آمریکا عضوش هست، چین هست، روسیه هست، بسیاری از کشورهای دیگر هستن، همونطور که گفتم کشورهایی که بنیه اقتصادی قوی دارند هستن. بسیاری کسانی که در ایران هم نگرانن میگن که باز هم اونجا کسانی تعیین کننده هستن مثل آمریکا، کسانی که اون عده از دلواپسان به قول معروف میگن به هر حال دلیلی پیدا میکنن برای اینکه ما رو دچار مشکل بکنن، یعنی ایران رو دچار مشکل بکنن.
خب این امکان این موضوع هستش، مخصوصا این که امسال و در این و رئیس کنونی FATF یک آمریکایی هست، رئیس قبلیش مثل اینکه یه اسپانیایی بود و هر سال رئیس این FATF عوض میشه و خب اون رئیس اونجا خب میتونه خیلی کارا رو انجام بده، ولی خب 35 کشور هستن و خیلی از این کشورها خودشون رو دوست ایران یعنی نشون دادن، مثل چین و اتحادیه اروپا و دیگران، و اینا حتما و این کشورها و این عضوهای FATF تا اونجا که بشه حتما از منافع ایران دفاع خواهند کرد. ولی آخر سر موضوع رایزنی هست، موضوع نگوشیشن هست که چطوری ایران بتونه اونا رو متقاعد بکنه که اینقدر در پیاده کردن این 40 و اندی توصیات FATF اینقدر تونسته انجام بده اینا رو و اینقدر تونسته اینا رو پیش ببره که بتون اونا رو متقاعد بکنه که در روند صحیح داره پیش میره. خانم شاملو در مجلس آقای ظریف گفت من قول نمیدم که FATF پذیرش این در لوایح کار مثبتی به حال ایران انجام بده، ولی نپذیرفتنش بسیار ایران رو دچار مشکل میکنه. ممکنه شما برای ما بازتر بگید که چه مشکلاتی ممکن هست پیش روی ایران باشه اگر ایران نتونه از این فهرست سیاه یا خاکستری خارج بشه؟ بله خب اصلا تمام معاملات بانکی مالی اصلا تمومشون چی میگن به یه فول استاپ به یک ایست همین کامل خواهد رسید، چون این اون بانک هایی که با ایران در حال حتی اگه بانک های کوچیک باشن در حال معامله باشن حتما ریسک و خطر اینه دارن که تحریم بشن، خودشون تحریم بشن یا مجبور بشن جریمه های خیلی زیادی بدن برای معامله کردن با ایران، و همین با وجودی که الان خب تحریم های آمریکا حتما بیشتر و شدیدتر خواهد شد، باز هم کشورهایی هستن که حاضرن با ایران معامله بکنن. در حال وقتی که این FATF این ایرانو قبول نکنه و این چیزا رو این شروط رو نپذیره بله ببخشید من اونا حتما خیلی هزینه‌ای که این بانک‌ها باید بدن برای معاملات با ایران خیلی زیاد میشه و خب هر بانکی تصمیم میگیره که یه همچین هزینه‌ای رو حاضر نیست قبول بکنه و تموم میشه. آقای احمدی، ما راجع به تروریسم صحبت کردیم، اما راجع به پولشویی که بسیاری معتقدند که اصلا بحث اصلی اونجاست و بحث تروریسم و کمک‌هایی که میشه به گروه‌هایی که ایران میگه تروریستی نیستن، بقیه کشورها ممکن است بگن که تروریستی هستن، یه بحث دیگه است که چون ایران هیچ وقت از مجاری رسمی که به اون کشورها کمک مالی به اون گروه ها کمک مالی نمی کرده، بحث پولشویی چقدر جدی هست و چرا بعضی فکر میکنن که مهمتر از بحث تروریسم هست در این لوایح؟ البته هر دو بحث مهمه. ببینید همگیر گفتم FATF دو تا هدف داره، مبارزه با پولشویی که نقطه مقابلش چه ایجاد شفافیت و مقابله با تروریسم به معنی ایجاد امنیت در شهروندان. وقتی یک حکومت میاد این گروه و این دستورالعمل‌ها رو اجرا نمی‌کنه، در واقع میشه اینطور فهمید که هم مخالفش ایجاد شفافیت در سیستم اقتصادی خودشه، هم براش امنیت مردمش خیلی اهمیتی نداره یا بگم اصلا اهمیتی نداره. خب در مورد همین شفافیت برای ما بگید، چرا در ایران تا این حد مخالف این شفافیت هستن؟ بعضی میگن که ایران کشوری هست که همواره با تحریم روبرو بوده، راه دور زدن تحریم ها این هستش که شفافیت نباشه، چنانچه ایران بخواد با شفافیت کامل برخورد بکنه هیچ راهی برای دور زدن تحریم هایی که همواره باش مواجه بوده نداره. یکی از موضوعات همین چیزیه که شما میگید، یعنی دور زدن تحریم ها، دو در واقع نشون میده شفافیت مالی در یک سیستم که چه کسایی به شریانهای مالی دسترسی دارن. الان سپاه و افراد خاصی، فرماندهان خاصی و خود آقای خامنه‌ای خب دسترسی بسیار زیادی به شریانهای مالی داره که در حال حاضر اونها رو نشون نمیده و اونها رو در پشت این
شفاف نبودن پنهان کرده. اما به محض اینکه ورود پیدا کنیم به بحث شفافیت، خب همه اینها باید مشخص بشه و اعلام بشه و این در واقع چیزیست که جمهوری اسلامی نمیخواد. خب آقای احمدی، فکر نمی کنید منطقی هست برای کشوری که دائما در حال تحریم شدن هست، به هر دلیلی، حالا با دلایل تحریم رو الان بررسی نمی کنیم، اینکه کشوری که دائما در حال تهدید تحریم هست به این فکر کنه که راهی باید برای ادامه حیات خودش داشته باشه و اون راه ادامه راه حیاتش این هستش که اینقدر شفاف نباشه، بخواد همه چیز رو در مقابل چشمان همه قرار بده، ترجیح بده راههایی رو برای دور زدن تحریم هایی که همواره باهاش مواجه هست برای خودش حفظ بکنه. آیا به نظرتون این منطقی نمیرسه؟ اول منطق یک تعریف مشخصی داره. ایدئولوژی اسلامی سیاسی درش منطق نیست، درش جهاد هست، درش مبارزه هست برای رسیدن به آرمان‌هایی که خودشون تعریف میکنن. و همونطور که گفتم جهان که شروعش در واقع شش این کشورهای جی‌7 بوده، اومده برای اینکه امنیت جهانی رو تثبیت کنه، برای اینکه شفافیت مالی رو نه فقط در خصوص ایران بلکه در تمام گروه ها، در تمام تجارتی که در جهان اتفاق میفته اینها رو بررسی کنه، اومده یک سری دستورالعمل رو مشخص کرد. حالا جمهوری اسلامی، کره شمالی میبینن که اگر وارد این داستان بشن، وارد این موارد بشن، خب دیگه نمیتونن اون مواردی که ایدئولوژی خودشون رو پیگیری کنن. مثلا به طور مثال برجام، در برجام ما جمهوری اسلامی فشار بود که یک سری افراد رو از لیست تحریم در بیاره، مثل همین آقای سلیمانی. خب چیزی که مسکوت بود و اگر این FATF هم اضافه بشه قطعا اینها تشدید پیدا میکنه و این چیزیه که خاص جمهوری اسلامی نیست. پس الان به خاطر اجباری که در این بوره زمانی به جمهوری اسلامی اومده، همین کاری که شیعه اسلامی همیشه رفته، به سمت تغییر رفته، داره یک راه کاریو برای کوتاه مدت ارائه میده با حالا با تایید CFT که بتونه بعداً در دراز مدت برگرده به همون فازهایی که همیشه دنبال شده. آقای واعظ، میدونیم که اصلا تمام تلاش دولت ایران برای اینکه شروط گروه ویژه اقدام مالی رو بپذیره این هست که بتونه برجام رو حفظ بکنه. میگن که اگر که ما نتونیم اینها رو بپذیریم، برجام کاملا منتفی میشه. بسیاری از کشورهای اروپایی و روسیه و چین هم حتی گفتن که ما نمیتونیم با ایران همکاری بکنیم. چقدر فکر میکنید که با شرایطی که این قوانین الان در ایران در حال تصویب هستند برجام قابل حفظ شدن باشه؟ ببینید، پیش از اینکه من به سوال شما جواب بدم، اجازه بدید که یه چند تا نکته غیر دقیق بیان شد رو اصلاح بکنم. ببینید، وقتی ما صحبت از این میکنیم که جمهوری اسلامی مخالف این موضوع هست، به هر حال همین دولت در جمهوری اسلامی است که به دنبال این هست که این قوانین و این لوایح تصویب بشن، همین مجلس هست که این لوایح رو تصویب کرده و منتظر نظر شورای نگهبان هست. بنابراین اختلاف نظر وجود داره و اختلاف نظر هم یه مقداری به نظر من منشأش در این هست که چه کسانی منافعی دارن در عدم شفافیت سیستم. ببینید، به هر حال ممکن هست که شما از طریق عدم شفافیت بتونید برخی از تحریم ها رو دور بزنید، ولی در بسیاری از موارد دور زدن تحریم ها هزینش بیشتر هست حتی از دور نزدن تحریم ها، برای اینکه سرمایه هایی که از این طریق به دست میان حیف و میل خواهند شد و فساد واقعا گسترده ای رو ایجاد میکنه، همونطور که ما در دوره آقای احمدی نژاد دیدیم و برخی از این موارد رو بعداً در دوره آقای روحانی افشا شدن و به در واقع گستردگی فساد در این دوره پی بردیم. ببینید، بحث برجام این هست که در دوره‌ای که برجام حتی اجرا می‌شد، به علت اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، خیلی از کشورهایی که حتی دوست و همراه ایران بودن حاضر نبودن ریسک معاملات بانکی با ایران رو بپذیرن. نمونه اون چین هست که بسیاری از حساب‌های دانشجویان ایرانی یا تجار ایرانی رو بست به خاطر مسائل مربوط به FATF. از طرف مقابل شما اگه نگاه کنید، دولت ترامپ که در واقع کمر دشمنی با برجام رو بسته و هر اقدامی که ممکن هست برای از بین بردن برجام داره اقدام میکنه، آرزوش بر این هست که این قوانین و لوایح در ایران تصویب نشن و خب بتونه آی در منطقی FATF... نبود ایران اول به FATF میپیوست بعد میرفت برجام رو تصویب میکرد؟ چرا این کارو نکرد؟ من کاملا با شما موافق هستم. متاسفانه این دوراندیشی در مقامات ایران وجود نداره
و در شرایطی که ایران در تحریم بود هیچ کدوم از بسترسازی هایی که لازم بود برای دوره بعد از تحریم، برای دوره بعد از برجام بشه، در ایران انجام نشد. این مشکلات حکومتداری در ایران هست و هیچ شکی درش نیست. من قبول دارم. اشاره کردید، البته باید بگیم که آقای احمدی نژاد در سال آخر کاریش سعی کرد که FATF رو به نوعی کلید بزنه ولی خب پیش نرفت. من میخوام یه جنبندی کوتاه داشته باشیم آقای احمدی، شما پاسخ بدید با توجه به اینکه بخش از صحبت آقای واعظ اشاره داشت به حرفای شما، خیلی کوتاه اگه بفهمید. بله، ببینید مهمانتون گفتن که دولت تلاش میکنه. نه، هیچ تلاشی نیست. من گفتم برای برون رفت از فشارهای بین‌المللی و اینکه راهکاری برای کوتاه مدت پیدا کنن، میان یک تعاملی میکنن ولی بعد برمیگرده. این پولشویی که FATF در واقع مد نظرش هست بسیار مهمه برای اینکه سازمان هایی که لابی جمهوری اسلامی هستن و میتونن بخشی از این پولشویی باشن، خب احساس خطر میکنن و طبیعیست که نپسندن که در واقع FATF کامل در ایران اجرا بشه. بله. این چیزی هم که دولت امروز داره اجرا میکنه در واقع نسخهش که خودش یک پیشرفت ها گذاشته و اون پیشرفت ها کاملا یک تفسیر جدیدی است از مبارزه با پولشویی، مبارزه با تروریسم، که از نظر جامعه جهانی به نظرم قابل قبول نخواهد. ممنونم از شما آقای احمدی، خانم شاملو و آقای واعظ، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. ممنون از شما که با صفحه دو همراه بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت BBC در دسترس bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه توییتری ما هم هست @bbcpage2. برنامه همچنین لینک پادکست داره، اگر علاقمند هستید میتونید مشترک پادکست ما بشید و پادکست ما رو هم بشنوید. در فیسبوک هم برنامه بروز میشه، میتونید در صفحه فیسبوک هم برنامه رو تماشا کنید. در فیسبوک و توییتر نظراتتون رو هم با ما در میون بگذارید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.